سرخط خبرها. روایت یک نشریه یهودیان بریتانیا از ترور کارشناس هسته‌ای و نظامی ایران فخری زاده با تیربار یک تنی موساد کشته شد. پیشنهاد میانجیگری قطر بین ایران و آمریکا، دوحه میگوید در پی راه حل دیپلماتیک برای احیای برجام است. دومین محموله واکسن کرونای روسی فردا به ایران میرسد. وزارت بهداشت از برنامه انتقال دانش و تجهیزات ساخت اسپوتنیک وی خبر داد. و افزایش فشارها بر مدیر ژاپنی به دلیل سخنان زن ستیزانه، رئیس کمیته المپیک توکیو مجبور به استعفا شد. سلام، به این بخش خبر خوش آمدید. من ناجی غلامی هستم. یک نشریه پرنفوذ یهودیان که در لندن چاپ می شود در گزارشی گفته منابعی در اسرائیل تایید کردند که سرویس اطلاعات امنیتی این کشور موساد مدیر ارشد فعالیت های نظامی هسته ای ایران محسن فخری زاده را به قتل رسانده. این نشریه می گوید یک تیم 20 نفره اسرائیلی ایرانی 8 ماه در ایران این عملیات سوء قصد را برنامه ریزی کرده بود. جویش کرونیکل از قول منابعش می گوید این سوء قصد که حدود 2 ماه و نیم پیش به نتیجه رسید، دستیابی ایران به بمب اتمی را سالها عقب انداخته. کسرا ناجی گزارش می‌دهد. 30 نوامبر گذشته، 73 روز پیش، کمی بعد از این واقعه در جاده ورودی آب سرد، شهرکی در 50 کیلومتری شرق تهران، صحنه یکی از مهمترین کودتاهای اطلاعاتی تاریخ اخیر موساد، این سازمان امنیتی اسرائیل، به گفته منابع هفته‌نامه جویش کرونیکل. اتومبیل محسن فخری‌زاده که با 3 اتومبیل محافظانش همراهی می‌شد، اینجا هدف گلوله مهاجمان قرار گرفت و کشته شد. کسی که در غرب از او به عنوان پدر بمب اتمی ایران یاد می‌شود. شخصی که با وجود آن که معاون وزیر دفاع بود، از او نامی برده نمی‌شد و کمتر عکسی هم از او منتشر شده بود. ایران همان هنگام اسرائیل و آمریکا را مسئول این قتل دانست. حالا این نشریه پرنفوذ یهودیان که در لندن منتشر می شود، در گزارش اختصاصیش از قول منابع اطلاعاتی می گوید یک تیم 20 نفری از افراد اسرائیلی و ایرانی این عملیات سوء قصد را انجام دادند. تیمی که 8 ماه از هنگام شروع بحران کرونا در ایران همه رفت و آمدهای این دانشمند هسته‌ای را زیر نظر داشت، عادات او را می‌دانست و به گفته این گزارش افرادش همانجا می‌خوابیدند که او می‌خوابید و به قدری به او نزدیک بودند که اتکلونش را هم می‌توانستند بو کنند. منابع اطلاعاتی جویش کرونیکل گفتند که افراد تیم با یک مسلسل که از راه دور کنترل می‌شد او را هدف قرار دادند. و برخلاف گفته مقام‌های ایران، به غیر از او نه همسر او مجروح شد و نه محافظ او. این نشریه از قول همین منابع نوشته آمریکایی‌ها در این عملیات نقشی نداشتند و اسرائیل به آمریکا تنها هشدار کوچکی داده بود. مسلسل استفاده شده در این عملیات 1 تن وزن داشت و پر بود از مواد منفجره که بعد از عملیات منفجر شد تا اثری از این مسلسل باقی نماند. محسن فخری‌زاده هدف 13 گلوله قرار گرفت و کشته شد. قتلی که به گفته منابع اسرائیلی دستیابی ایران به بمب اتمی را بین 2 تا 6 سال به عقب انداخت. بعضی از افراد تیم مهاجم حتی با او به سفر می رفتند که اگر درست باشد نشان می دهد که دست کم یکی از محافظان او مأمور اطلاعاتی اسرائیل بوده. بعد از 2 ساعت از شهادت شهید فخری‌زاده شروع کردن علیه وزارت شعار دادن، چیزی که وزیر اطلاعات ایران هم به آن همین چند روز پیش اشاره کرد. شهید فخری‌زاده جزء نیروی مسلح بود، اون فرقم که اولین تدارکات رو تهیه کرده بود برای ترور هم جزء نیروی مسلح بود و ما نمیتونیم توزیع نیروی مسلح کار اطلاعاتی انجام بدیم. اسرائیل با مدارکی که تقریباً 3 سال پیش از ایران خارج کرد به اهمیت محسن فخری‌زاده بیشتر پی برد. مدارکی که آرشیو فعالیت‌های هسته‌ای نظامی ایران عمدتاً قبل از سال 2003 بود و نشان می‌داد که ایران آزمایش‌های مهمی برای ساخت بمب اتمی انجام داده است. مدارکی که اسرائیل توانست با آن رئیس جمهوری آمریکا را متقاعد کند که بالاخره از توافق هسته‌ای خارج شود و ایران را تحریم کند. کسرا نجی، بی بی سی.
پوریا ماهرویان همکارم که این موضوع رو دنبال کرده اینجا در استودیو با ماست. پوریا، این گزارشی که منتشر شده و این اطلاعات تازه چه تفاوتی داره با روایت‌های رسمی مخصوصا حکومت ایران از این ماجرا؟ ناجی، خط اصلی هر دو روایت تقریبا شبیه همه. شاید بشه گفت روایتی که روایت رسمی ایران که آخرین بار منتشر شده، چیزی که سپاه، وزیر اطلاعات، دبیر شورای عالی امنیت ملی گفتن، یک ذره رمزآلودتره، پیچیدگی کارو بالاتر برده که بگه که با وجودی که تیم امنیتی اطلاعاتی ما داشته درست کار میکرده، ولی اینا یک پله بالاتر بودن مامورای مثلا اسرائیل. روایتی که امروز منتشر شده در این نشریه، این یک ذره دراماتیک تره، باز هم داره کار موساد و بالاتر از تیم امنیتی اطلاعاتی ایران میگیره و این تفاوتش اینه. ولی خب در یک سری موارد در جزئیات با هم فرق دارن که یک کوچولو من اشاره میکنم. مثلا ایران گفتش این از طریق ماهواره این تیربار خودکار فعال شده، در این نشریه اومده که ماهواره در کار نبوده، یا در یه روایتی بوده که محافظ خودشو میندازه روی آقای فخری زاده و 4 تیر میخوره، یک گفتن کشته شد یا مجروح شد. تو این نشریه میگه محافظی نبوده، فقط آقای فخری زاده هدف بوده و فقط آقای فخری زاده 13 تیر میخوره و نهایتا کشته میشه. یا میاد میگن که نفوذی سپاه هر دو دارن، تقریبا میگن آقای علوی 3 روز پیش گفتش که یک کسی از نیروهای مسلح بوده، الان دارن میگن تیمی متشکل از 20 نفر مأمور اسرائیلی و ایرانی بودن که بخششون حالا توی همون بین محافظا گفته میشه بودن. و یکی از چیزهایی که مهمترین چیزی که داشتن این که گفته شد که دستگیر شدن بعضی از این مأمورایی که نفوذی بودن. در این نشریه که امروز این مقاله رو منتشر کرده گفته میشه که هیچ کس دستگیر نشه و همه تونستن از اینجا خارج بشن، و شاید به دلیل اینکه شاید حفاظت کنن که از برنامه‌های بعدی، چون آخر این مقاله اومده که برنامه‌های دیگری هم در دسته برای زدن شاید دانشمندای هستی دیگه و کسانی شبیه آقای فخری زاده. در مورد این هفته نامه بیشتر چی میدونیم؟ جویش کرونیکل، جویش کرونیکل قدیمی ترین نشریه یهودی جهان، از اواسط دهه سده 1800 قرن 19 هم داره چاپ میشه، در بریتانیا در لندن متمرکزه. ابتدا یک نشریه کاملا مذهبی ضد صهیونیست بود، مخالف آرای صهیونیست بود، ولی از یک مقطعی به بعد رواج دهنده و منتشر کننده عقاید هرتسل، تئودور هرتسل، بنیانگذار صهیونیسم بود و ادامه پیدا کرد. در سالهای اخیر نشریه سیاسی نبود و اگر راجب سیاست صحبت میاد راجب سیاست داخل بریتانیا یا جامعه یهودیان بریتانیا صحبت میکرد، ضد حزب کارگر بود، کمی دست راستی بودش. ولی الان اومده وارد با تغییر مدیریت و تغییر ساختار، چون تا قبل از تا 7-8 ماه پیش این نشریه منتشر میشد و به صورت مجانی در محله های عمدتا یهودی نشین پخش میشد، الان به صورت آنلاینه و قرار یک نشریه باشه که وارد حوزه سیاست خارجی و حوزه جهانی هم بشه. متشکرم از تو پوریا ماهرویان اینجا در استودیو. برنامه رو با چند خبر کوتاه پی میگیریم. روزنامه صباح ترکیه گزارش کرده یکی از کارمندان کنسولگری ایران در استانبول در ارتباط با قتل مسعود مولوی وردنجانی بازداشت شده. این روزنامه گفته محمد رضا ناصرزاده 43 ساله متهم به تهیه مدارک جعلی برای اسفنجانی طراح اصلی قتل مسعود مولوی است. مسعود مولوی از عوامل امنیتی ایران بود که حدود 2 سال پیش به ترکیه رفت. او را گرداننده اصلی کانال افشاگر جعبه سیاه می‌دانند که نهادهای حکومتی و نیروهای امنیتی ایران را به فساد مالی و ترور مخالفان متهم می‌کرد. او آبان پارسال در استانبول کشته شد. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفته دور شدن ایران از تعهدات هسته‌ای‌اش در هفته‌ها و ماه‌های اخیر درستی و نگرانی‌های واشنگتن و ضرورت رسیدگی فوری به این مسئله را تایید می‌کند. با این حال نت پرایس گفته آمریکا قصد ندارد جزئیات مواضع خود را پیش از مذاکره احتمالی در رسانه‌ها بیان کند. او گفته آمریکا به دنبال رویکرد هماهنگ در قبال ایران است تا بخت موفقیت بیشتری داشته باشد. مقامات آمریکا در هفته‌های اخیر بارها با رهبران کشورهای اروپایی در مورد ایران گفتگو کردند.
به گزارش رویترز، رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تایید کرده که ایران در بخش تحقیق و توسعه برنامه هسته‌ای خود بیش از 3.5 گرم اورانیوم فلزی تولید کرده. ایران میگوید برای تولید سوخت راکتور تحقیقاتی تهران به اورانیوم فلزی نیاز دارد. از اورانیوم فلزی در ساخت بمب اتمی هم استفاده می‌شود و تولید آن ممکن است نقض تعهدات ایران در چارچوب برجام تعبیر شود. رئیس جمهوری ایران گفته شعارهایی که در مراسم 42مین سالگرد انقلاب در اصفهان علیه حسن روحانی سرداده شده احتمالاً موضوع اتفاقی خودسرانه نبود. از دیروز تصاویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که گروهی از موتورسواران را در اصفهان نشان می‌دهد که شعار مرگ بر روحانی می‌دهند. به گفته رئیس اداری محیط زیست مازندران، در 13 روز گذشته بیش از 5000 پرنده مهاجر آبزی در تالاب میانکاله و خلیج گرگان تلف شدند. او گفته دامپزشکان در حال تحقیق درباره علت مرگ این پرندگان هستند. گفته شده چنگر معمولی، فلامینگو و مرغابی بیشترین شمار گونه های تلف شده را تشکیل می دهند. دولت قطر برای بازگشت ایران و آمریکا به توافق هسته‌ای پادرمیانی می‌کند. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر گفته برای کاهش تنش در منطقه دولت این کشور به دنبال راه حل سیاسی و دیپلماتیک برای احیای برجام است. خبرگزاری رسمی قطر گفته این اظهار نظر در جریان گفتگوهای تلفنی وزیر خارجه با رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، و جک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید مطرح شده. پیش‌تر در گفتگوی با علی صدرزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه، از او پرسیدم آیا قرار است قطر به جای عمان نقش میانجی بین ایران و آمریکا را بر عهده بگیرد؟ قطر حتی از نظری بهتر از عمان هم هست، چون قطر در این حال یه جوری هم رابطه خوبی با ایران داره، در حالی که برای عمان با اینکه رابطه خوبی با ایران داشت، ولی در حقیقت عمان در مورد مخاطره کشورهای دیگه عرب خلیج فارس نبود. قطر سعی میکنه که رابطهشو با ایران خوب بکنه چون مشکلات داره با بقیه کشورها. یکی این، دوم که قطر همونطور که میدونید پایگاه نظامی آمریکا درش قرار داره و به همین علت آمریکا هم مایله که به اصطلاح اختلافاتی که بین قطر و دیگر کشورهای خلیج فارس هست از بین بره، و همین که قطر خیلی خیلی میانجیگری خوبی هست. همونطور که شما گفتید، آقای محمد بن عبدالرحمن وزیر امور خارجه گفته که ما عملاً وارد کار شدیم، هم با آقای رابرت مالی تماس گرفته و هم با آقای جک سالیوان مشاور امنیت ملی، و از موقعی که آقای بایدن سر کار آمده هم آقای عراقچی به دوحه سفر کرده، هم آقای ظریف به اونجا سفر کرده، چون به هر حال پس از اینکه پادشاه عمان دیگه نیست، سلطان قابوس دیگه در اونجا نیست، فکر میکنم که قطر یک وسیله خوبی است، اینکه یا کشور خوبی است برای میانجیگری. حتی بعضی ها حدس میزنن که از الکاظمی هم نخست وزیر عراق خواسته شده که در اصل رابطه خوبی که با آمریکا داره اونها هم. سوالی که پیش میاد آقای صدرزاده این هست که پرونده هسته ایران سالهاست که مطرح، طرفین مذاکره کردن در این باره، اساساً به میانجی چه احتیاجی هست؟ واقعیت این است که به میانجی احتیاج نیست، یعنی دوران دیپلماسی پشت درهای بسته تمام شده. یه وقتی آقای اوباما احتیاج داشت تا به جزئیات توافق هسته‌ای برسه، این جزئیات تمام شده، قراردادم بسته شده. اون چی که الان هست، دعوایی که هست الان با این است که کی قدم اول رو برمی‌داره. تا به حال آقای خامنه‌ای و دیگران گفتن که آمریکا باید برداره، آقای ظریف آمده عقب نشینی کرده، گفته که نه، ما هممون، یعنی آمریکا و ایران، با هم قدم برمی‌داریم. و اینکه این احتیاج به یه دیپلماسی مخفی داشته باشه ممکنه، ولی برای اصل مسئله احتیاج به دیپلماسی مخفی طویلی نداره، چون به هر حال به مجرد اینکه برن پای اینکه ما همه برگشتیم به قرارداد 2015 مسئله حله. این و برای این احتیاج به دیپلماسی مخفی دراز مدت نخواهد بود، ولی همونطور که گفتم قطر مایل که هرچه سریعتر این نزاع بین ایران و آمریکا تا اونجایی که میشه برطرف. گفتگویی بود با علی صدرزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. یک نشریه پرنفوذ یهودیان که در لندن چاپ می‌شود به نقل از منابعی در اسرائیل گفته موساد محسن فخری‌زاده، کارشناس ارشد هسته‌ای نظامی ایران را به قتل رسانده.
وزیر خارجه قطر گفته برای ایجاد ثبات در منطقه از احیای برجام حمایت میکند و آماده است بین ایران و آمریکا میانجیگری کند. در ادامه برنامه، استعفای مدیر برگزاری المپیک توکیو به دلیل سخنان زن ستیزانه. دومین محموله واکسن روسیه اسپوتنیک وی فردا جمعه وارد ایران می شود. کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه همچنین از توافق دو کشور برای راه اندازی خط تولید مشترک این واکسن در ایران خبر داده. همزمان مسئولان بهداشتی ایران پیش بینی می کنند که ماهی دشوار از لحاظ شیوع ویروس کرونا در پیش باشد. شیدا هوشمندی گزارش می دهد. هشدار درباره موج چهارم شیوع کرونا در ایران. شاید این عبارت تکراری در گزارش‌های خبری معنای خودش را از دست داده باشد، اما برای این کادر درمان معنایش از دست رفتن جان‌های بیشتر است. پیر و جوان، زن و مرد، فقیر و غنی. دکتر مینو مهرز، متخصص بیماری‌های عفونی و عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا، یکی از آنهاست. او می‌گوید ورودی بیمارستان‌ها بیشتر شده و در صورت شروع پیک چهارم کرونا تمام سنین را درگیر خواهد کرد. در اواخر بهمن و اسفند با موج پیشرفته‌تری از بیماری روبرو خواهیم شد و بیمارستان‌ها شرایط ناگواری پیدا خواهند کرد. واکسیناسیون در ایران به طور رسمی آغاز شده و حالا قرار است محموله دوم واکسن روسی تا پایان این هفته وارد ایران شود. حجم محموله به طور رسمی اعلام نشده، اما خبرگزاری‌های ایران می‌گویند حاوی 100,000 دوز واکسن است. نخستین محموله واکسن اسپوتنیک وی 16 بهمن وارد ایران شد. این واکسن هنوز به تایید سازمان بهداشت جهانی نرسیده. ایران بیش از 4 میلیون دوز واکسن آسترازنکا محصول مشترک بریتانیا و سوئد را هم خریده. در بحبوحه همگیری کرونا و همزمان با آغاز واکسیناسیون، همگیری دیگری هم در جریان است. آنچه سازمان بهداشت جهانی آن را اینفودمیک یا همگیری اطلاعات نادرست می‌خواند. در ایران یکی از جنجالی ترین و تازه ترین اینفودمیکا با حرفهای این روحانی به راه افتاد. واکسنی درست کردند، اون هم پر از عوارض است. عباس تبریزیان که خود را پدر طب اسلامی معرفی می کند، معتقد به واکسن امام کاظم است، نه واکسن های مورد تایید سازمان بهداشت جهانی. حالا وزارت بهداشت ایران برای مقابله با این ادعا که می تواند به قیمت جان انسان ها تمام شود، وارد عمل شده. کیانوش جهانپور، رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت، سخنان تبریزیان را جاهلانه و خرافی می‌خواند. رفتار این فرد و اطرافیانش مداخله غیرمجاز در درمان محسوب شده و مدعی العموم می‌تواند بدون شکایت از باب دفاع از حقوق عامه به آن رسیدگی کند. آقای جهانپور می‌گوید پیش از این نیز وزارت بهداشت از عباس تبریزیان شکایت کرده، اما درباره سرنوشت احکام قضایی پیشین اطلاعات دقیقی در دست نیست. تبریزیان روحانی است و رسیدگی به جرایم روحانیان در حیطه اختیارات دادگاه ویژه روحانیت است. مقابله با این خرافه ها و اطلاعات نادرست جبهه دیگری است که فعالان بخش درمان باید بخشی از توان و انرژی خود را صرف آن کنند. آن هم هنگامی که یک سال است در معبر طوفان کرونا برای حفظ جان خود و دیگران تلاش کردند. شیدا هوشمندی، بی بی سی. دولت‌های آمریکا و چین از تماس تلفنی رهبران دو کشور خبر دادند. این اولین گفتگوی تلفنی جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، با شی جین پینگ، همتای چینی‌اش، از زمان ورود به کاخ سفید است. سخنگوی کاخ سفید با صدور بیانیه اعلام کرده جو بایدن علاوه بر چالش‌های مشترک جهانی در عرصه بهداشت و تغییرات اقلیمی، درباره مسائل حقوق بشری هم با رئیس جمهوری چین صحبت کرده. کامیز فتاحی، خبرنگارمون در واشنگتن، با ما در ظرف یک سال گذشته تنش خیلی بالا بوده بین دو کشور. کامیز، در این اولین گفتگوی تلفنی دولت آقای بایدن با چین چه چیزهای بیشتر مطرح شد؟ خب دو طرف بیانیه‌ای صادر کردن و دو تا روایت تقریبا شاید قدری متفاوت با لحن متفاوت رو دارن میگن. کاخ سفید در واشنگتن داره میگه که آقای بایدن با همتای چینی در مورد تدابیر اقتصادی ناعادلانه پکن، سرکوب‌ها در هنگ کنگ، نقض حقوق بشر در سینکیانگ که اویغورها باشند و اقدامات خصمانه به گفته آمریکا در منطقه شرق آسیا از جمله در قبال تایوان صحبت کرده و در این حال در موارد به طور بالقوه اتفاق نظر مانند چالش‌های مثل کووید، تغییرات آب و هوایی و همینطور جلوگیری از
گسترش تسلیحات در جهان. طرف چینی قدری میشه گفت که لحن بیانیش متفاوت هست. اونها دارن میگن که رئیس جمهور چین به همتای آمریکایی گفته که اگر دو طرف تعامل کنن به نفع آنها خواهد بود، تقابل میتونه فاجعه به بار بیاره. و همینطور به گفته اونها شی جین پینگ به آقای بایدن گفته که از دخالت در امور داخلی چین خودداری بکنه و این امور داخلی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی از جمله شامل تایوان هست، هنگ کنگ هست و همینطور مسئله اویغورها در چین که آمریکا اگر خاطرتون باشه در روز آخر ریاست جمهوری آقای ترامپ وزارت امور خارجه آمریکا اومد و برای اولین بار گفت که چین داره مرتکب نسل کشی میشه که بسیار بسیار اتهام سنگین و پیامدهای بزرگ هست. این رو وارد کردن و رفتن و این رو حالا برای دقیقاً با توجه به این صحبتی که وزارت خارجه آمریکا در آخرین روز دوره ریاست جمهوری آقای ترامپ بیان کرد، دولت بایدن الان چه موضعی در این باره داره؟ خب وزارت خارجه آقای بایدن با یعنی آقای بلینکن که فراموش نکنیم بسیار بسیار با آقای بایدن نزدیک هست، در سنای آمریکا گفته بود در زمانی که صلاحیتش رو بررسی می‌کردن گفت که او هم کاملا موافق هست که چین در مورد مسلمانان اویغور که اخیراً هم خبر از تجاوزهای دست جمعی و نه فقط مسئله شستشوی مغزی مطرحه بلکه اتهام تجاوز در اونجا به زنان هم در این اردوگاه ها مطرح شد، در این مورد آقای بلینکن وزیر خارجه گفته او هم موافق هست با اینکه نسل کشی خونده بشه که البته پیامد داره از لحاظ هم تحریم و اینکه مسئله اینه که حالا چیکار میخوان بکنن که جلوش رو بگیرن. منتها کاخ سفید سخنگوش هنوز از این واژه استفاده نکرده. البته فراموش نکنیم آقای بایدن در کارزار انتخاباتیش بسیار مواضع تندی داشت علیه چین، شی جین پینگ رو اوباش خونده بود اگر خاطرتون باشه و گفته بود که به شدت با چین برخورد خواهد کرد و حالا باید ببینیم که در آینده اینها چه خواهند کرد، ولی فعلا وزیر خارجه او آقای بلینکن به نظر میاد موضع سفت و سختری نسبت به چین داشته باشه. کامبیز فتایی در واشنگتن، متشکرم. برنامه رو با چند خبر کوتاه پی میگیریم. شرکت داروسازی سوئدی بریتانیایی آسترازنکا با انتشار اسناد مالی خود اعلام کرده بیش از دو برابر پارسال سود کرده. آسترازنکا یکی از سازندگان اصلی واکسن کرونا است و گفته در سال گذشته 3.5 میلیارد دلار سود داشته. این شرکت پیش بینی کرده در سال جاری میلادی هم میزان سودش 10% بیشتر شود. جو بایدن رئیس جمهوری جدید آمریکا و شی جین پینگ همتای چینی و برای اولین بار تلفنی با یکدیگر گفتگو کردند. در این مکالمه آقای بایدن علاوه بر سیاست اقتصادی چین درباره نقض حقوق مسلمانان اویغور، نارامی در هنگ کنگ و تنش در تایوان با آقای شی صحبت کرده. رئیس جمهوری چین در مقابل گفته هنگ کنگ، تایوان و مسلمانان استان سینکیانگ مسائل داخلی هستند و از آقای بایدن خواسته به حاکمیت ملی چین احترام بگذارند. مقام‌های نظامی در میانمار موج جدیدی از بازداشت مخالفان را آغاز کردند. بر اساس گزارش‌ها ارتش میانمار یکی از نزدیکترین مشاوران آنگ سان سوچی و همچنین استانداران و اعضای کمیته انتخابات را دستگیر کرده. در این همین حال گزارش شده که اعتراض‌های عمومی برای ششمین روز متوالی ادامه داشته. پیشتر جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا دستور تحریم رهبران نظامی کودتا را داده بود. رئیس کمیته برگزاری المپیک توکیو به دلیل اظهارات زن ستیزانش کناره‌گیری می‌کند. یوشیرو موری پیشتر گفته بود زن‌ها زیاد صحبت می‌کنند. حرف‌های او واکنش‌های زیادی در پی داشته و بسیاری از دست‌اندرکاران برگزاری مسابقات گفتند اگر او بماند از کار کناره‌گیری می‌کنند. آقای موری که پیشتر نخست وزیر ژاپن هم بوده، عذرخواهی کرده و قرار است فردا در جلسه ویژه کمیته المپیک استعفای خود را ارائه کند. پرهام قبادی گزارش می‌دهد. مسابقات المپیک در توکیوی ژاپن، فرصتی برای درخشش ورزشکاران مرد و زن. اما حالا میگویند رئیس کمیته برگزاری این مسابقات جهانی پایش را از گلیمش دراستر کرده. این مرد 83 ساله یوشیرو موری مجبور شد از سمتش استعفا کند به دلیل حرف‌های جنسیت زدش. گفته بود زنان زیاد صحبت می‌کنند و جلساتی که با حضور زنان کمیته المپیک برگزار می شود زیادی وقت می گیرند. در حالی که از 24 عضو کمیته المپیک ژاپن تنها 5 نفرشان زن هستند. با وجود تصمیم کمیته برای افزایش زنان به 40% کل اعضا. حرف‌های آقای موری واکنش‌های جدی در پی داشت. بسیاری گفتند در مراسم شرکت نمی کنند
از جمله مشعلدار مسابقات. به نظرم صدام شنیده نمیشه مگر موضعی بگیرم. برای همین تصمیم گرفتم شرکت نکنم، حتی اگه به معنی پا گذاشتن روی آرزوهام باشه. امیدوارم به حل مسئله تبعیض جنسیتی و باقی مسائل صادقانه پرداخته بشه. رئیس شرکت خودروسازی تویوتا که از اسپانسرهای المپیک است، بابت حرفهای آقای موری ابراز تأسف کرد. ورزشکاران و فعالان مدنی هم اعتراض کردند. در المپیک بسیاری به عنوان داوطلب به برگزاری این مسابقات کمک می‌کنند. داوطلبان محلی هم انصراف دادند. فشاری مضاعف برای استعفا. حدود 390 داوطلب انصراف دادن چون بهشون برخورده، مایل نیستن که دیگه همکاری کنن. این مسئله بسیار جدیه. برخورد جدی با آقای موری تنها از سوی دست‌اندرکاران برگزاری مسابقات نبوده. خانواده‌اش هم با او برخورد کردند. همان شب وقتی آقای موری خانه رفته، همسرش حسابی دعوایش کرده. به او گفته دوباره باید عذاب بکشد چون او علیه زنها حرف زده. فردایش دختر و نوه‌اش به حسابش رسیدند. بعد از آن آقای موری عذرخواهی کرد. درباره اظهاراتم در جلسه هیئت امنای کمیته المپیک ژاپن متوجهم اظهاراتم ناشایست بوده و خلاف روح المپیک و پارالمپیک بوده. عمیقا پشیمانم. اما خبرنگاران از او پرسیدند بر چه اساسی گفته زنان زیاد حرف میزنند. نمیدونم. اخیرا زیاد با زنها صحبت نمیکنم. مردی که زمانی نخست وزیر ژاپن بود، با قدرتمندترین مردان جهان ملاقات میکرد و حتی بعد از نخست وزیری رابطه صمیمی با آنها داشت. حالا یک شبه از عرش به فرش افتاد، گامی رو به جلو در راستای برابری جنسیتی و حقوق زنان. پرهام قبادی، بی بی سی. تازه‌ترین خبرها رو میتونید در وبسایت ما هم ببینید، bbcpersian.com. برنامه‌های تلویزیون و رادیو رو میتونید در سایت فارسی ببینید. همین حالا در وبسایت ما مطلب خوبی رو میتونید بخونید با عنوان قطب زاده، رفیق هیچکس، آدم هیچکس. این مقاله برآمده از یافته‌های ریز و درشتی که در مستند فرزند انقلاب که در بی بی سی هم پخش شد جانش شده بودند این یافته‌ها و حالا در این مقاله آمدند. میتونید این مقاله رو در وبسایت ما بخونید. می‌رسیم به پایان این بخش خبر. ممنون از همراهی شما با بی بی سی فارسی.